درود بر شما سر. سلام عرض کردم. سلام سلام بر تو چطور جان؟ خاک پاتونم سر. خوش آمدید سر. آرام ماش هستم. سیبیلامو دیدی؟ نشناختی آره؟ مگه میشه من استادم و چه با سیبیل، چه با ریش و سیبیل، چه بی ریش و سیبیل. خلاصه از صد فرسخی میشناسم، داشتم دنبال جام رمضانی میگشت رو صفحه نبودم، فقط صداتون شنیدم. جام رمضانی عزیز درود بر شما، خوش آمدید. آقا رضا بله، سلام علیکم. سلام بر شما جلال جان سلام عرض میکنم، خدمت جناب حمزه‌ای هم سلام عرض میکنم، خدمت تمامی نفراتی که صدای من میشنون از ادب و تبریک عیدو دارم. خوشحالم که در خدمتون هستم و صدای دوستان قبلی هم که شنیدیم و استفاده کردیم در خدمتون هستم. سلام بر رمضانی و چقدر خوشحالم که مدت زیادی تو رو ندیدم. آخه ما هرچی هم که بگذره همدیگر تازه دیده باشیم، وقتی من کم تو رو میبینم به نظرم زمان زیادیه. رمضانی جان خب شما از اول هوای شاگردات رو داشتی و محبت داشتی، خیلی ممنون از لطف شما. همیشه یاد شما و خوبی های شما و خاطرات دسپول هستیم و خب امشب هم که حالا فرصت برای من شد که من بتونم صحبت کنم در خدمتون هستم، ولی خوشحال شدم که هم صدای جناب رستگار رو رستگار فر شنیدم، هم جناب خانی، هم جناب محمدیان و هم جناب محبی و دوستان دیگه هم که حالا صدای منو میشنون، بزرگان و که جناب حمزه ای اسامیشون رو گفتن، به اونام عرض ادب دارم. پر کاهی بودم در این دریای خروشان، شاگردی کردم و خوشحالم که زنده هستم که امشب در خدمت شما باشم، که شاید از سینه کوچولوی منم مطالبی بیرون بیاد که بعضی ها دوست داشته باشن بشنون. حالا این انقلاب و به صلاح و جنگ و خلبان های ما در 8 سال دفاع مقدس، هر کدومشون چه خانواده های شهدا، چه خانواده های جانبازان و چه خانواده های کسانی که از ابتدا تا انتها در کوران کار بودن و در به اصطلاح خطر بودن و مأموریتاشون رو انجام دادن. خب برای این دوستان اتفاقی نیفتاد که حالا مثلا ایجکتی بکنن یا اسیر بشن و اینها آدمای با ارزشی هستن. ما شهدایی داریم که خیلی خیلی گمنام هستن، شهدایی داریم که خیلی مظلوم هستن در تمام نیروها و به خصوص خلبانا، که حالا هر کدوم از اینا برای خودشون یه داستانی دارن، همشون هم برای خانواده‌هاشون عزیز هستن، چه سرباز باشه چه سردار باشه. به هر صورت ما تا اونجا که بتونیم اونایی رو که به هر صورت امشب به گوش هستن و اونایی که به هر صورت یادمون میفته حتما یادشون رو گرامی میداریم، درود میفرستیم به روح پاک همه شهدا، درود میفرستیم به خانواده همه شهدا و براشون آرزوی توفیق داریم. من زیاد پشت سرم صحبت نمی کنم که اون وسط اگه سوالی هست و یا جناب استاد آرام که الان دارم میبینمش و خیلی دلم تنگ شده بود و راست میگه، خب قصور منم باید ببخشه که من کمتر خدمتشون، ولی جلال جان بدون که تو این حداقل یک ماه گذشته هر روز تو رو و خانواده تو به خاطر اینکه شنیدم کرونا گرفته بودی دعا کردم، نمیدونم حالا درست بود یا نه، ولی من هر روز یاد شما و صدیق قادری و دوستان دیگه نمیگم همه رو به اسم دعا کردم و آرزو میکنم که قابل باشم که دوستی شما و از آقای حمزه‌ای و دوستانشون هم که دست اندر کار این قضیه هستن و در صورت زحمت میچینن باری رو از روی دل بعضیا برمیدارن، خیلی مهمه و یک نفراتی میان حرفای خیلی مهمی میزنن، اونم خیلی مهمه. و مثلا اگر به یک نکته که همین الان گوش کردید اشاره کنیم، فرمایش جناب محبی بود که راجب انضباط صحبت کرد، این یک به اصطلاح خط طلایی بود که باید نوشته بشه و ما اگر که ایراداتمون رو بگیم و یا اشکالاتمون رو بگیم در آینده بهتر میتونیم بهره برداری کنیم. مثل این داستانی که حالا نمیدونم میدونید یا نه، اگر اشتباه نکنم کانادا
میخواست یک پلی رو بزنه، ما چون روی اشکالاتمون سعی میکنیم ماله بکشیم و مثلا مخفی کنیم، کانادا میخواست یک خط آهنی رو بزنه و از روی آب رد بشه، از روی دریاچه، مثل همین کاری که ما توی ارومیه کردیم که از رضاییه ارومیه به تبریز اون پل و مثلا اون جاده رو زدن روی دریا. صدای من داری جناب؟ آره بعد شما خیلی خوب میاد. آره این از اون طرف به خاطر اینکه این سریع انجام بشه این پل و مثل همین ارومیه به هم متصل بشه و بتونن استفاده کنن، از اون ور شروع کردن به ریل گذاری، از این ور هم شروع کردن به ریل گذاری. این داستانشو میدونید یا نه؟ چون من اگه نمیدونید کامل بگم، اگه میدونید خب مختصر بگم. اینو من تو روزنامه نگاه کردم، تو روزنامه خودمون من داشتم مطالعه میکردم سالیان گذشته. این وقتی که این دوتا ریل به هم میرسن بعد از مدتی که تلاش میکنن، چقدر خرج میکنن، چقدر نیرو انسانی و پولا که به هم میرسن، این ریلا به هم نمیخوره، ولی به هم یعنی متصل نمیشه. یه ریل سوم رو میارن از اول تا آخر میکشن، حالا مختصر بگن این سه تا ریلو کوچولو میذارن تو موزه شون، میگن یعنی ما همچین اشتباهی رو در فلان سال کردیم که دقت نکردیم که اون ریلی که اونا دارن کار میکنن با این ریل ما، خب این باعث میشه که دقت کنن. یا همون پلی که بر صورت تو آمریکا زده شد و دو بار سقوط کرد و البته بار اول که سقوط کرد تعداد زیادی کشته شدن، بار دوم دوباره نفوذ کرد اون مهندسه، دوباره اومد و پل دوباره ساخت با طرح جدیدش، دوباره اون پل خراب شد، یه سری دیگه کشته شدن. این دفعه چیکار کرد آمریکا؟ تمام آهنای اون پل رو کرد حلقه فلزی، هر کی مهندس میشه یه دونه اون حلقه رو میدن میکنه دستش. یعنی یادت نره همچین پلی بود که یارو خیلی هم ادعاش میشد ولی برسات خراب شد. یعنی که ما باید استفاده کنیم از این فرمایش جناب محبی، یعنی بزرگان نفرات و مسئولین، که انضباط چقدر مهمه و حرف اولو در این کار به خصوص پرواز انضباط میزنه. ممنونم جناب رمزانی، خیلی متشکر، واقعا ما لذت بودیم. فقط پیام جان مازندرانی برای شما دو تا عزیز بخونم. ارواح پاک شهدای گرانقدر منصور محمدی آزاد، افشین آذر، اقبالی دوگاه، اسدالله بربری، ابراهیم و حسین دلحامد، مرادعلی جهانشالو و استاد بزرگ روانشاد جواد برتمان را یاد میکنن ایشون. و به شما هم عقابان آسمان جام رمضانی و جام آرام عزیزم سلام رسونن. جام مازندران بفهمید. جام آرام. بله جناب مازندران، من تسلیت عرض میکنم قربان در رابطه با فاجعه ای و زایعه ای رو که دست داد و من خیلی متاسف شدم. جناب رمضانی چقدر خوب و زیبا فرمودید شما. من خیلی خوشحالم که در خدمت جناب خانی عزیز بودم. با خانی ما خیلی زیاد چه روزها چه حتی ماها و سالهایی رو با هم داشتیم در این که خدماتی رو به این نیرو و به این مردم بگیریم و ارائه بدیم. و خود ایشون چه مرد بزرگی بود. البته جناب جواد محمدیان و عطاخان بزرگ استاد ما، اون هم به جای خودش که همیشه ما در خدمتشون بودیم. ولی من قبل از اینکه بحث‌ها و صحبت‌ها شروع بشه فقط میخوام به یک چیزی رو اشاره بکنم. چند اسمی رو که امشب به خاطرشون اینجا دور هم جمع شدیم، من اینو واقعا صمیمانه دارم میگم جناب حمزه‌ای، جناب رمضانی، من هر کدوم از این اسامی رو که نگاه میکنم راحت بهتون میگم از زنده بودن خودم خجالت میکشم که این عزیزان هست نیستند و من الان باید بیام در مورد اینها صحبت بکنم و چقدر من کوچکم در مقابل تک تک این عزیزانی رو که با امشب در موردشون صحبت میکنیم. من خیلی صحبت ها و خیلی حرف ها دارم در مقابل این عزیزان. البته بعضی هم جناب ذبیحی من در خدمتشون نبودم یا جناب بربری، این سعادت رو نداشتم، ولی بقیه عزیزان هر کدوم رو من میتونم بشینم و ساعت‌ها در مورد سجایای اخلاقی
شجاعت پرواز اینها و علم اینها واقع هست، نه اینکه من بخوام چاپلوسی بکنم. همتون میدونین که هیچ وقت اسم جلال آرام با چاپلوسی با همدیگه گره نخورده. هر چی رو که من میگم من به حقیقت واقعا میگم. عذر میخوام از احسن احسن جلال جان، خیلی خیلی لطف داری و خیلی محبت داری. من یک نکته رو اینجا بگم که خب تعدادی که الان دارن به صدای ما و تصویر ما و آقای حمزه‌ای و جناب آرام نگاه میکنن و پشت صحنه هستن، من هم عرض ادب دارم هم سلام دارم. و وقتی که جناب خانی راجع به بوشهر صحبت کرد که اسم منم آورد، ما رفته بودیم اونجا یه مأموریت که خیلی داستانش طولانیه، یاد جناب عاصم افتادم که اون ما رو نجات داد از روی دریا و اینجا به خاطرم اومد و دیدم که جفاس اگر که یادی نکنیم از فاکتور کنترولا و پدافند هوایی و پرسنل قهرمان مینتیننس و فنیمون که با چنگ و دندون هواپیما رو آماده می‌کردن و ما می‌رفتیم پرواز می‌کردیم. خب می‌دونید که نیرو هوایی میگن یه هواپیما برابر با یک لشکری یعنی چی؟ حتما اینو قبلا من گفتم، ببخشید، حتما گفتم ولی دوباره اینجا میگم برای اونایی که ورسدی نشنیدن. این که میگن که حالا بعضیا مثلا یهو میگن چرا اینقدر نیرو هوایی مثلا غلو میکنید، این غلو نیست. یک هواپیما که میگن برابر با یک لشکره یعنی هواپیما عقبش یه لشکره تا بتونه بره سر بان و تیگاف کنه. تیم مثلا نیرو هوایی این یه تیم جراحی میمونه، این یه تیم فوتبال میمونه که اون نفری که جراح و وارد اتاق عمل میشه سینه رو میشکافه و قلب رو عمل میکنه، قبل اون چقدر کار انجام شده از دم در بیمارستان، اون نفراتی که به هر صورت نگهبان هستن میان بالا و آسانسور رو نمیدنن بالا، تهیه کننده و تمام راننده ها تا بیاد به اتاق عمل نفر بیهوشی و پرستار تا برسه به این نفر جراح. یا بگیم مثلا تیم فوتبال که پشت قضیه حالا کی اونا رو آورده، کی اونا رو برده، کی پرورش داده، نفرات فنی، نفرات پشت صحنه تا رسیده به این بازیکن ها که 11 تا بازیکن، یه نفر فوروارد میره گل رو میزنه، این خلبان شکاری اون نفره که میره گل رو میزنه یا اون جراحه، اون اگه اون تیم پشت سرش نباشه نمیتونه اون کار انجام بده. و بایستی این یک زنجیره هستش که ما یاد همه عزیزان و کسانی که تو این وادی زحمت کشیدن تو این 8 سال رو گرامی میداریم و به خصوص حالا برای نفراتی که امشب جمع شدیم فرصت غنیمت میشورم که حالا نفرات اسماشون رو که به صلاح شما گفتید من تو ذهنم مونده. خب من با جناب منصور محمدی آزاد و جناب اسدالله بربری، البته خانومشون من بچه محل بودیم، ما بچه حشمتیه بودیم اونجا و همینجوری که جناب چیز تعریف میکرد، جناب محبی تعریف کرد، منصور محمدی آزاد یکی از واقعا آزاده ها بود و یه فامیلی که حالا واقعا با مسما بود و ایشون ما ارادت خاصی به ایشون داشتیم، به برادرشون و خانوادهشون و آقای بربری هم که خانمش بچه محل ما بود و با هم ارتباط خانوادگی داشتیم همون اوایل انقلاب و اینا رفت آمد و تا اینکه به صورت و این اتفاق افتاد. در بخوایم راجع به هر کدوم اینا صحبت کنیم یک ساعت باید حرف بزنیم و خب فرصت کمه، میخوایم از فرمایشات جناب آرام استفاده کنیم یا دوستان دیگه، هر وقتم فرصت من تموم شد به من اشاره کنید من حرفم رو تموم میکنم. ما در روز اول جنگ 3 نفر عزیز رو از دست دادیم. عرض کردم که یه سری بودن که مثل خود همین جناب آرام، جناب محمدیان، جناب محبی و جناب خانی، اینا نفرات ستون فقرات نیرو هوایی بودن و در از اول تا پایان جنگ اینا سر کار بودن، چه تو آموزش، چه تو مسائل عملیاتی و چه تو میشنای خطرناکی که در دسفول انجام داده بودن که همه میدونید دیگه. و یکیش همین نمونهش همین جناب آرامی که من الان دارم نگاش میکنم، اینا اتفاقی براشون نیفتاد که مثلا بیایم حالا بگیم مثلا جانباز آزاده شهید بدان، بله ارزشی که اینا دارن و ما باید قدر بدونیم و حتما راجع به این مسئله من خواهش میکنم که توجه بشه که این نفرات ارزشمندن. حالا هواپیماشون رفته و مثلا
تیر نخورده، گلو نخورده، ایجکتی نشده. این نبوده که اونا نکردن کارشون، کارشون 100% که از بقیه هم بهتر کردن. چون ما داریم نفراتی که حالا روز اول جنگ، روز دوم، ما در 6 ماه اول جنگ به اندازه 6 و 7 سال و نیم جنگ ما خلبان از دست دادیم. یعنی 6 ماه اول جنگ یه طرف، 7 سال و نیم یه طرف. ببینید چقدر در فاجعه است و چقدر ما صدمه دیدیم. ولی روز اول جنگ در تبریز که من بودم، ما متاسفانه جناب افشین آذر و حجتی و جانشالو رو از دست دادیم و این ستا واقعا عزیز بودن برای ما، عزیز بودن برای خانوادهشون و اون به اصطلاح تعدادی که سانراج تیکاپ کردن و رفتن و این سه نفر بر نگشتن که حالا ما 140 فروند و اون روز به اصطلاح پرواز دادن و یه مسعتکی بود که انجام شد که داستانشو حتما میدونید. و حالا بیایم راجع به آقای علی اقبالی دوگاهی صحبت بکنیم که بچه ها اشاره کردن. واقعا خدا رحمت کنه، ایشون یکی از باثبات‌ترین خلبان های نیرو هوایی بود. درسته یه معلم جوان بود و جوان ترین معلم خلبان F5 بود و من خب با ایشون پرواز کرده بودم. اول جنگ هم رفتیم ما پادگان سلیمانیه رو زدیم که تو اون 65 هم که من رفتم پادگان سلیمانیه رو بر اساس اون اتفاقاتی که افتاده بود و سمندریان هواپیماش آتش گرفته بود، همون میشن سال 59 به من کمک کرد که من بتونم پادگان رو دوباره بزنم و ایشون واقعا باسواد بود. هر وقت افسر عملیات گردان 22 بود و من دو گردان 22 بودم در سال 56، ایشون هر وقت میامد یه چیزی میگفت علم ما رو زیاد میکرد. از موشک میگفت، از جغرافی میگفت، از شاخ آفریقا میگفت، اصلا چیزایی میگفت که اصلا ما اصلا مطالعه نکرده بودیم. به هر صورت یاد ایشون هم گرامی میداریم. حالا راجع به دوران صحبت کردن، خب دوران که نمیدونم چقدر میتونم راجع به ایشون صحبت کنم. عباس دوران یکی از نفراتی است که خب به هر صورت جزء شناسنامه نیرو هوایی شده و اون کنفرانس غیر متعهده رو که ایشون به هم زد و یک پیروزی دیپلماتیک برای ما بود. حالا به هر صورت دوستان بگیم وزارت امور خارجه و یا آقای ولایتی حق مطلب رو ادا نکردن، ولی جناب خلیلی تو اون پستی که گذاشته بوده و صحبتی که کردن خیلی قشنگ اینو تعریف کرد که من دیگه به اون نمیپردازم که این شجاعات چیکار کردن، هم ایشون هم کاظمیان و همون محمود اسکندری خدا بیامرز و جناب ناصر باقری که اخیرا هم در نیرو هوایی مسکه جمع شده بودن برای همین قضیه. در صورت واقعا هر چقدر صحبت کنی راجع به اینا کمه، ولی چون میخوایم به بقیه هم بپردازیم. جناب ورتوان صحبت کردن، جناب جواد ورتوان یکی از فرماندهان مدیر و مدبر و با معرفت و واقعا هم شجاع و بسیار دوست داشتنی بود ایشون. جناب زوغی رو صحبت کردن، نمیدونم حالا منظورشون جناب زوغی مقدم بود یا جناب زوغی که از بچهای افور بودن. از بچه افور، از بچه افور. آره، ایشون هم یکی از نفرات بسیار بسیار شجاع که خب در اون ماموریتی که همه میدونید به شهادت رسیدن و خب حالا یه سری از این بچهای شهدا بلا فاصله مشخص نشد، مثل همین جناب بربری و دلحامد بعدن مشخص شد و یا بعضی ها که حالا پیکر پاکشون اومد برصد اونا مراسم گرفتن که حالا هر کدوم تاریخ خاص خودشو داره. و یه فکر کنم از اکبری هم شما نوشته بودید، فکر میکنم از منظورتون اسدالله اکبری باشه، عباس اکبری. عباس اکبری، عباس اکبری. آره بله، از بچه های افور. بله بله آره. البته ما یه اسدالله اکبری هم داشتیم که جزء آکروجت بود و از بچه های F5 بود، یکی از نفرات قهرمان و از بچه های آزاده بود که متاسفانه فوت کردن، خدا رحمت کنه روح ایشون رو. و دیگه من فکر کنم همه رو به اسم بردم دیگه که این موقع اسم کسی رو از قلم ننداخته باشم. و حالا جناب خانی و جناب صادقی و نفراتی که حالا شما اسم بردی، جناب مازندرانی، جناب رستگارفر و جناب محمدیان، و درود میفرستیم به همه دوستانی که دارن گوش میکنن، به خصوص بچه های فایتر کنترل و بچه های فنی. من در خدمتتون هستم، اطلاع کلام نکنم. اگر که جناب آرام یا شما فرمایشی بود راجع به این مسائل،
من هر کدومشو خواستید بیشتر توضیح بدم، من آمادگی دارم که در خدمتتون باشم. مثل همیشه عالی، مثل همیشه زیبا صحبت میکنید. بسیار عالی. در شما بفهم جان تیمسار آروم عزیزم، عنوان استاد همه ما هستید و ما چقدر شما رو دوست داریم و چقدر زیبا در مورد این عزیزان صحبت کردید. من یادم رفت عذرخواهی بکنم از دوستان و از بیننده هایی رو که هستید، به مناسبتی رو که اطلاع نداشتم، چون اگه اطلاع داشتم حتما در خانه میموندم و یک محیط مناسب تری رو برای تصویر برداری خدمتتون میدم. من الان در یه باغچه هستم، یه مقدار نور بازش بابا معلوم اون پشت خبره بهترین ویو تاریکه دماغن در تیمسار آرام در دماوند در یه باغچه هستن که جای ما هم خالی کنن. هوا ملز هوای خوبی، جای شما خالی. دوستان جای ما جان واقعا جای شما خالی، ولی حیف که فقط مواجه هستم با به یادآوری خاطره این دلاور مردان. و عباس جان مخصوصا خود تو، جوان مرد شجاع و اون پروازات و اون که الگوی ما همیشه بودی، اختیار دارید لطف شماست. افتخار میکنم که به هر صورت ما کوچیکش بودیم و تمام اون عزیزانی که من صدا میکنم از همزه هر کدوم از این عزیزان رو که خواستن من در موردشون صحبت بکنم، بزرگواری بفرمایند و به من بگن در مورد کدوم که من چند کلمه ای فقط بتونم در موردشون صحبت بکنم، چون من واقعا قادر نیستم. اینقدر نقش این عزیزان بزرگ هست و اینقدر اینها والا مقام هستن که من و امثال من خیلی کوچکتر هستیم که بتونیم در موردشون صحبت بکنیم. من در خدمتون هستم. من اسما رو بخونم، یه حضور زن بشه براتون. اسما رو بخونم، شهیدان، من اسما رو همه رو میخونم در مورد کدوم صحبت بکنم، هر کدوم که شما حضور زن دارید و اگر بتونید از تمامشون یاد کنید، حتی اگر شده یه 30 ثانیه، 1 دقیقه، 2 دقیقه یاد کنید، لطف بکنید، چون تمامشون فرزندانشون تو لایف هستن و همسرانشون، جناب دکتر اقبالی دوگاه جام جهانشالو، جناب سرکار خانم بربری، آقای دکتر بربری و جناب خانم زبیحی و فکر میکنم پسرشون هم هستن و تمام شهدا، من اسم نمیارم دیگه، جناب اکبری و زوغی و افشین آزاد هم همینطور در لایو هستن، جناب حجتی و جناب دوران که میدونم خانم دوران هستن، درود بر خانم دوران عزیز و دختر جناب ورتبان و پسرشون که میخوان بیان تو لایو، ایشون هم هستن. بفهمید خشون خدمتون عرض کنم که حالا آخرین اسمی رو که آوردین جناب ورتبان بود، من بهتره که از ایشون شروع بکنم. جناب ورتبان، زمانی رو من منتقل شدم اومدم اسفود و منتقل شدم به گردان اکتیو، میشه گفت در گردانی رو که خدا رحمتش کنه جناب ارباب فرده اون گردان بود و یکی از اساتید خوب اونجا جناب ورتبان بود. و این قضیه و این مسئله مصادف شد با زمانی رو که یواش یواش داشت انقلاب در ایران داشت پا میگرفت و به هر صورت ایشون هم که از آدمایی بودن که بسیار روشن و روشن فکر بودن و ما رو راهنمایی میکردن. حالا اینها رو بگذاریم بماند، میخوام برگردیم برسیم به حدود 2 ماه قبل از جنگ. یکی از کسانی رو که بسیار زیاد جنگ بین ایران و عراق رو پیش بینی میکرد، من این رو دارم الان به اون روز نازنینم میگن، روزی رو الان داره میکنه به حرف من، بابای ایشون بود، جناب ورتبان بود. و جناب ورتبان مثل اسپندی رو که روی آتش ریخته باشن، ایشون دائما میگفت جنگ خواهد شد، من میدونم و نمیدونم چرا غافل هستید. حالا یه زمانی داشت میگفت که ما داشتیم از 1-2 ماه قبلش داشتیم تمام پروازهای مرزی رو انجام میدادیم. این رو جناب خانی یادشون هست، جناب اتم اوهبی یادشون هست که
و جناب جواد محمدیان و البته استاد ما الان که تصویرشون دیدم جناب رمضان، میدونم که ما حتی شهید هم در این رابطه دادیم و اون هم جناب باستانی بود. میرفتیم و تمام این پروازها رو میکردیم، تمام اطلاعات رو در لبه مرز میکردیم. یکی از کسانی رو که خیلی حرص میخورد جناب ارتوان بود، میگفت آقا چرا کار نمی کنن توی این مملکت، اینا نیرو گذاشتن و اینها دارن میان و میخوان به ما حمله کنند. ببینید این کلمه رو من بارها از جناب برتمان شنیدم که گفت میان و حمله میکنن. حالا اینا رو داشته باشین، برسیم به یک چیزی مثل یک هفته قبل از جنگ. من فکر کنم در یکی از لایف های این رو خدمت شما گفته بودم، من در تاریخ 24 شهریور ماه اولین ماموریت جنگی خودم رو انجام دادم، یعنی یه چیزی حدود 7 قبل از جنگ و 3 قبل از زمانی رو که جناب حسین لشکری و جناب زار نعمتی سقوط کردن، یکی از ماموریت‌ها رو انجام دادم. دوستان از زمین می‌دونن و این رو در خدمت جناب حقشناس خدا رحمت کنه، مرد بزرگ، واقعا خدا رحمتش کنه، اسطوره بزرگ نیروی هوایی بودم. یادم جناب ورتمان خیلی هرس میخورد، خیلی ناراحت بود. حدود 7 قبل از جنگ بود، یعنی درست 1 قبل از این مأموریتی رو که من دارم خدمتتون دارم میگم، ایشون اومد ما رو جمع کرد، گفت بچه ها ببین من کاری به کاری اینا رو دارم اصلا روز دارم تعریف میکنم و نه برای شما، دارم اصلا دختر نازنینش تعریف میکنم که ببینش که بابای دانشمند داشت، چه بابای عزیزی داشت، چه کسی رو داشت و حالا به هر صورت ما هیچ کدوم رو نداریم خودمون. اومد گفت بچه ها من الکشون هم میگن که بهترین دوره های جنگ ها رو جنگ ها و معلمی به اصطلاح گانری رو در نیروی هوایی ایشون دیده بود با نمرات بسیار بسیار خوب. ببینید بچه من این دوره ها رو همه رو دیدم، من بهتون میگم خودتون رو آماده بکنید. ما رو جمع کرد توی کلاس و حدود 2 گرفت برای ما در مورد تاکتیک های جنگ. نفکر کنید مثلا اومد فرض بفرمود که آقای حقشناس رو جمع کرد، آقای یزدانشناس رو جمع کرد، آقای حسین هاشمی رو جمع کرد، اومد ما جوونا ما ستون یکما رو گرفت جمع کرد و در مورد جنگ و در مورد درگیری ها و در مورد سورپرایز اتک و در مورد بلایی که به سر ما خواهد آمد رو ایشون صحبت کرد. میدونم شما باور نمی کنید که یک نفر مثل یک دانشمند، مثل یک پیشگو بیاد بشینه و اینا رو همه رو برای ما پیش بینه. کاش اون بچه‌هایی رو که اونجا بودن غیر از شهدایی که دیگه بین ما نیستن، حالا من خیلی زیاد یادم نیست، البته من مطمئنم که جناب جدیدی اون موقع بودن، خدا بیامرز، جناب منصور آزاد که میخوایم در موردش صحبت کنیم در اونجا بودن و ایشون کاملا همه چیز رو پیش بینی کرد. خب بچه‌ها بدانید که جنگ میشه و همه چی رو ما گفت، چه بکنه چه نکنه، چه بکنه چه نکنه. در 2 ایشون برای ما صحبت کن. روز عزیزم قربونت برم فدات شم، پدر تو چنین شخصیتی بود، هیچ کس قبل از اون به ما نگفت جنگ میشه. ما میرفتیم پرواز میکردیم لبه مرز، همه چی رو میدیدیم، ولی هیچ کس مثل اون نازنین این مسائل رو برای ما تشریح نمیکرد. این از ورتمان. ورتمان خیلی داستان داره. ورتمان یک قصه نیست، یک داستان طولانیه که اگه لازم بود بشینیم و ساعتها در مورد صحبت کنیم. خب نفر بعدی که میخوای در مورد صحبت بکنم کیه؟ بگو. این ارمان روز عزیز به شما کلی سلام، به شما عمو عباسش و عمو جلالش کلی سلام رسوند و جناب آقای دکتر بربری عزیزم میگن خسته نباشید به شما و خاطره برنامه لایو زیبا که یاد پدران ما رو مجدد زنده میکنه تشکر میکنن. از همین جناب بربری عزیز شروع کنید لطفا. دکتر جان من چقدر متاسف هستم که من این لیاقت رو نداشتم و این زمان رو نداشتم که اون زمان در تبریز باشم که حتی با چهره پدر بزرگوار شما جناب اسرار بربری من آشنا باشم، ولی خود من هم مثل خیلی خیلی دیگه از دوستان و همکاران من اون
مسائلی رو که در مورد ایشون بود، اون دلاوری ها، اون شجاعت ها و اون قهرمانی ها رو فقط شنیدیم. من زمانی رو که جناب بربری در تبریز بودن و معلم بودن و رئیس کل و معلم همه ما بودن، من متاسفانه اون موقع در دستور بودم و حتی با چهره مهربان و بزرگوار و شجاع ایشون آشنا نبودم. فقط من هم بسنده میکنم عین بقیه به خاطراتی رو که شنیدم در مورد این عزیز بزرگوارم. من میخوایم اثبات بگم یکی یکی شما هر کدوم حضور ذهن دارین، اگر خودتون تو ذهنتون هست و میدونید میخواین شروع کنید همینجوری یکی یکی، حتی اگر شده یادی هم بکنید با این که خاطره هم ندارید کفایت میکنه. خب من بیام یکی از کسانی رو که میخوام صحبتشو بکنم بعد از جناب ورتوان که من در خدمتشون بودم، دستبوسشون بودم، در مورد منصور آزاد صحبت بکنیم. منصور محمدی آزاد. منصور محمدی آزاد، یه زمانی ما با هم دیگه برخورد کردیم در پایگاه دست بود که ایشون ستوان یک بود، من هم تقریبا ستوان یک بودم. اولین برخوردهایی رو که من در خدمت ایشون بودم زمانی بود که ایشون و جناب جدیدی و جناب بکمحمدی اومدن و منو انتخاب کردن. من خیلی میگم وقتی که دارم صحبت میکنم، من خیلی ضعیف بودم، خیلی کوچولو بودم در گردانهای اکتیو و نمیدونم چرا بازم بعضی از اوقات سوال میکنم که چرا منو انتخاب کردن برای معلمی، چون اون موقع آموزشی CCTS رو چند تا از عزیزان مثل جناب جدیدی، جناب بیک محمدی، جناب منصور محمدی آزاد و دیگران که الان میخوام یکیش مثلا آقای قربانی بگم و اینها میگرفتن انجام میدادن. حالا و جناب نجفی هم از نفرات شاخص اون موقع بودن که رمزانی میدونن، من هم از اون کوچولو 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 بودن انتخاب کردن در گردان CCTS که دوره معلمی ببینم و در لوای این عزیزان، زیر پرچم این عزیزان من آموزش دادم. من اینقدر از جناب منصور آزاد چی یاد گرفتم، از جناب جدید، از جناب بیک محمدی، که اصلا نمیتونم بگم چقدر. حالا بماند در دوران جنگ بود و حالا در کنار این قضایه رو که من دارم به شما میگم، جنگ هم شروع شد و من این شانس رو داشتم که من 3 تا ماموریت جنگی رو به عنوان وینگمن جناب منصور آزاد در خدمت ایشون باشم. جناب منصور آزاد رو من نمیدونم چطوری من بخوام برای شما تشبیه بکنم. من در مورد پرواز، خوب خیلی هست که پرواز خوبه که ایشون هم از اونا بود. در مورد شجاعت خیلی ها بودن که باز هم شجاع بودن، ولی منصور آزاد، جناب رمضانی یک اشاره کردند و عطا محبی واقعا یک اشاره بسیار 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 بزرگ کردند. ایشون آزاده ترین آزادی بود که من میشناسم. ایشون از هیچ کس نمی ترسید، زیر بار هیچ کس نمی رفت. هر کسی رو یک کلمه حرف زور می زد، منصور آزاد آزادانه و انسان توی روبروی اون. والا صحبتی بود در مورد اردستانی، خدا بیوند باشه، اردستانی با ایشون هم دوره بود. اردستانی هیچ وقت از منصور آزاد دلخور نشد. من شهادت میدم این رو در پیشگاه خدا، من شهادت میدم که اردستانی هیچ وقت از منصور آزاد هیچ وقت دلخور نشد به خاطر آزادگیاش. وقتی صد رو در روی منصور، در روی اردستانی و باش بحث میکرد که اینجا رو اشتباه میکنی، اونجا رو اشتباه میکنی. و کسی رو میخوام بهتون بگم که بیش از همه منصور آزاد دوستاش اردستانی بود. هر کسی که میگه نه، بیاد باعث رو در روی من و این رو بگه که اردستانی منصور آزاد رو دوست نداشت اینقدر رو که من میگم. حیف شد اون مرد، اون شجاع. من چقدر ازش یاد گرفتم. بچه های جام آزاد یادتونه جام آرام؟ بچه های جام آزاد، بچه های جام آزاد، تهمینه، تهمینه دختر نازنینش بود. یادمه یه چیز قشنگ بگم توی اینا که غم داریم، ایشون نمیتونست فی رو به اصطلاح تلفظ کنه،
مثلا بهش بودیم تامینه بگو فلفل، میگفت سلسل، فر و سه میگفت. و ما همیشه میگفتیم دور هم که جمع میشدیم این، و یا پسر گلش که همیشه ما به قول معروف میگفتیم که همیشه جنگ بین منصور آزاده و بین پسرش، همیشه دائم اینا با هم دیگه دعوا میکردن سر سفره. آخه من یه داستانی دارم روی این قضیه. من گفتم که این سعادت رو داشتم که در اون اوائل خدمتم معلم خلبان گردانهای CCTS بشم. حالا به خاطر این قضیه که دارم خدمتتون میگم، ما یه مدتی رو مثلا در دسپول دوره هم جمع بودیم، شاگردار رو میگرفتیم، و من وقتی میگم شاگردان همشون مثلا اساتید من هستن اینا، حالا اسمن میگن شاگرد، ما اینا رو میگرفتیم و آموزش میدادیم. بعد به خاطر اینکه در دسپول نمیتونستیم خیلی از به اصطلاح ایریاها رو داشته باشیم و خیلی از قسمت ها رو مثل گانری، مثل STM, STT, BFM اینها رو بگیریم آموزش بدیم، به خاطر که ما به اندازه کافی ایریا نداشتیم، زیر به اصطلاح تیر سام 2 و سام 3 و سام 6 بودیم، میرفتیم تبریز. و اونجا رو تبریز که میرفتیم بقول معروف جناب رمضانی گرفتن اشاره کردن و همینطور بقیه دوستان و جناب خانی، ما اونجا همه با هم بودیم زندگی میکردیم با اون خانم عزیزش، خانم مهربانش و فریبرز عزیزم، تاجستر من و گفتم تهمینه عزیز. ما یادم فریبرز همیشه سر سفره غذا که منشستیم با باباش با هم دیگه دعوا شروع میشد، ما میگویم جنگ پسر و پسر شروع شد. یک خاطرات من با این عزیزان دارم که اصلا شما باور نمی کنید. هر موقع اسم منصور آزاد میاد اصلا دست خودم نیست، اصلا دست خودم نیست، اصلا بی خودی از این گوشای چشمم در حالت عادی ها، اصلا بی خود بی خود بدون که خودم بخوام اصلا اشکم جاری میشه. منصور یک چیزی بود، نمیتونم بهتون بگم، شما نمیتونید باور کنید که منصور چی بود. و من این افتخار رو داشتم که 3 ماموریت جنگی رو در بال ایشون، در بال این شجاع مرد، من این افتخار رو داشتم که در خدمت ایشون بودم. خب بعدی رو بگیم که نه؟ من میخوام جناب رمضانی هم یه مقداری بگه. بفهمید خیلی ساکت بودن اگر ساکت که من داشتم فرمایشات جناب آرام رو گوش میکردم و خیلی قشنگ و ما رو بردن هم به زمان قبل از جنگ و همون اوائل جنگ و همون ماموریت های خطرناک قبل از شروع جنگ دسپول، و خب برصد قهرمان های خودشون هم تو اینجا نهفته بود که من تشکر میکنم از این به صلاح کلام زیبا. و این که واقعا ما رو درسته که خاطرات جنگ و اینا زیاد جالب نیست، ولی بازم ممنونیم که رفتیم و برگشتیم، به سفر کوتاهی بود. من این نظیر که نگاه میکردم از شما تشکر میکنم به خاطر کسالتی که داشتید باید اومدید. من نمیدونم کسالت شما چی بود. من کرونا گرفتم. خب الان که دیگه شما کرونا رو شکست دادی الحمدلله. آره انشالله که سلامت باشید. و بازم یک نوشته اومد که جناب ایرج امامی، اگر ایشون صدای من در میشنوند که من عرض ادب بکنم خدمت استاد خودم جناب امامی. خب جناب امامی خب یکی از مسئولین بودن در همون زمانی که ما دسپول بودیم، تبریز بودیم، و امیدیه که بودیم به ما سرکشی میکردن و ما که بچه های زیاد آرومی هم نبودیم و شلوغ بلوغ میکردیم و تحمل میکردن و خاطرات خوبی داریم. به ایشون هم عرض ادب و سلام داریم و انشالله که ایشون هم سلامت باشن. و این صحبت هایی که جناب آرام کرد و دوستان دیگه، من داشتم نگاه میکردم این شهدا همشون عزیزن و همشون بزرگن و اصلا راجب اینا مثلا من صحبت بکنم چی میتونم بگم، یعنی از اون شجاعت و اون حالا جسارت و اون اتفاقاتی که براشون افتاده. و داشتم نگاه میکنم به خود جناب آرام، به خود جناب محمدیان، به خود جناب محبی، به خود جناب خانی،
خانی یکی از بچه های، حالا نمیدونم چقدر میتونم راجبش بگم، خانی یکی از بچه های F5 بود و یکی از نفرات نترس و خوشپرواز و یه مقداری بی‌انضباط اینجوری معروف بود و ما خیلی با ایشون پرواز کردیم جا کارهای خیلی خطرناک. حالا میخوام اینو بگم براتون که ایشون رفت PC-7 اگر اشتباه نکنم و در PC-7 که بود فرمانده نیرو هوایی هند دعوت شد به ایران. فرمانده نیرو هوایی هند که عمر خلبان بود، یه جنرال هندی خلبان، و اومد رفت نیرو هوایی ما رو بازدید کرد. حالا به ارتد به خاطر اون مسائلی که داشتن، دورهایی که میخواستن بخرن و بدن، که حالا یه سری با پاکستان بود، با هندوستان به توافق نرسیدن، و ایشون اومده بود که حالا بازدید کنه و یه حال مهمون بود، رفت به پایگاه اصفهان و در اونجا قرار شد با PC-7 یه راید بپره. کی؟ آقای فرمانده نیرو هوایی هند. با کی قرار شد بپره؟ با آقای مرتضی خانی. من که نبودم اونجا، ولی تعریف کردن برای من که این فرمانده نیرو هوایی هند وقتی برگشت، خب سینش پر از مدال بود دیگه، دیدید که اونا مثل زمان قبل ما هر مدال یا هر سالی اونا بالاخره یه نشان و مدال. وقتی اومده بود از هواپیما پایین، رو کرده بود به جمع، گفت بود من هرچی مدال دارم باید تقدیم آقای خانی بکنم. یعنی انقدر این خوب پرواز کرده بود، یعنی واقعا نفراتی که حالا مثل خانی، تمام این عزیزانی که فوت کردن، شهید شدن، و نفراتی که حالا به هر صورت از دست ما رفتن تو همین چند سال گذشته، همه اینا واقعا آدمای شجاعی بودن. و نگاه میکنم خب خود جناب آرام، اون اوایل جنگ دستور بزن به کوب خیلی شدیدی بود، و این صحبتی که به صلاح راجب دوستان کردن و اون شرایط بسیار سخت برای همه بود، برای همه بود. و این نفرات واقعا آدم های ارزشمندی هستن که حالا گفتم خواهش کردم که یعنی به این مسئله شما بپردازید. زمین این که برصورت این شهدایی که ما داریم شناسنامه های نیرو هوایی هستن و برای ما ارزشمندن. حالا جناب آرام یه جمله خیلی ظریف و خیلی روحانی رو گفتن که واقعا الان ما احساس میکنیم خودم خجالت میکشی که مثلا خب عزیزانش رفتن و ما هستیم، ولی این قسمت روزگاره. من خودم یه بار رفتم اون دنیا و برگشتم و میگم اگر من رفته بودم اون دنیا که راحت شده بودم، ولی کن اینجا خانواده ها هستن که در فشار و در ناراحتی قرار میگیرن، و اون نفراتی که رفتن اون بر مسلما بدونید که اونا 7-8 قدم از ما جلوتر هستن. و ولی به هر صورت ما آرزو میکنیم که این خانواده ها تو همینجا که تحمل کردن از این به بعدم تحمل کنن و صبر داشته باشن و اون پرستیژ رو حفظ کنن و یاد شهیدشون رو همیشه گرم نگه دارن، و ما هم به عنوان شاگرد اونا که بودیم و هستیم. من در گردان 22 که به صلاح انقلاب شده بود و جناب بربری شده بود فرمانده گردان ما، و حالا بخوایم بعد دوستان بگیم از هر کدوم میتونیم یک ساعت صحبت کنیم، و ولی جناب بربری شد فرمانده گردان 22 و جنگ که شروع شد، ما این فرمانده گردانامون به صلاح نوک پیکان بودن. ما حالا خودمون خلبانای شکاری نوک پیکانیم در ارتش های جهان، 3 تا نیرو هستن که به صلاح نوک پیکانن. وقتی درگیری صورت میگیره، این نفرات مثل کلا سبزا و تکاورهای دریایی و خلبانای شکاری، اینا هستن که اولین تیرای هستش که از طرف ارتش اون دولت به سمت دشمن شلیک میشه. و اینجا فرمانده گردانای ما با واسطه فرمانده گردان بودن و اون موقع جناب رستگار معاونت عملیات بودن در پست فرماندهی، کاملا یادشونه که خود ایشون هم یکی از مدیران و مدبران و خلبانان شجاع بودن، و ما با اون نفراتی که از تهران اومده بودن و ستون فقراتی رو برای نیرو هوایی ارتش در تبریز درست کرده بودن، مثل شهید مرحوم دانشپور، جناب آقاسی بیگ، جناب بهروز سلیمانی و جناب اقبالی، اینا جناب اقبالی همونهایی بود که از تهران اومده بود، و ما به این نفرات وابسته بودیم، یعنی اینا ما رو میبردن بالا و برمیگشتونن. یکی از اونها آقای جوادپور که یادش گرامی بود و یه
پریشب تلویزیون یه فیلمی رو پخش کرد، من دیدید یا نه، که راجع به جوادپور من صحبت میکردم و اینو چقدر شجاع بودن، یعنی چقدر شجاع بودن. و این شهید بربری که فرماند و گردان ما بود، اولین نفراتی بودن که داوطلب اس ام بودن. و اون فرمایشی که جناب محبی کرد، که دو تا مطلب تو فرمایش جناب محبی بود، یکی اشاره کردن که استفاده بشه برای کسانی که دارن، یکی اون انضباط بود که تعریف کردن کامل قشنگم گفتن، که جناب آرام هم حتما سهه میذارن به فرمایش جناب محبی نسبت به اون نفراتی که در پاکستان دوریده بودن و اون نفراتی در تهران. نمیتونیم بگیم مثلا 100%، ولی این یک چیزیست که ما باید بهش بپردازیم. یکی هم که جناب محبی اشاره کردن، حالا میخواستم بگم که از اصلا ذهنم پرید، حالا در طول صحبت انشاءالله اون مطلبم میاد خدمتون میگم. راجب شهید بربری و این که فرماندهان گردان ما نفراتی بودن که اولین داوطلبا بودن، یعنی نمیذاشتن که حالا مثلا از جا خالی بدن. و جناب محبی هم ارزم اینه که اشاره کردن که اگر ایشون مسئول نیرو هوایی بود در پایگاه تبریز اون موقع، برای شهید بربری عزیز ما چی کار میکرد؟ چی گفت؟ یادتونه چی گفت؟ خب 15 روز میفرستدم شمال، بربری رو 15 روز میفرستدم شمال. و درست میگه، یعنی اگه شهید بربری رو میفرستدن شمال، که اون سانحه‌ای که از بیخ گوشش پرید رد شده بود و تقریبا میشه گفت یه سانحه بود، اون موشکی که اومده بود و جلوی کاناپی ایشون خودکشی کرده بود، یعنی ایشون دیفیت کرد اون موشک. و خب افنس که میدونید که پال ای سی ام و ای سی سی ام نداری که، یعنی وقتی خورد بهت میفهمی، اصلا نمیدونی دارن رهگیریت میکنن. خب خیلی این سخته، یه نفر توی هواپیما هم باید حالا خودشو به پات، هم بر اساس موشکی که داره میاد و به پات، هیچ کس هم نیست که بهش اطلاع بده. و شهید بربری اونجا این موشک رو دیفیت کرد و موشک خودکشی کرد و اشاره کردن که هواپیما سولاخ سولاخ شد و آب و روغن و هیدرولیک و بنزین و همیشه ازش میریخ، که ایشون اومد خوشبختانه سالم به هواپیما رو آورد، که هواپیما بعد از مدتی هم عملیاتی شد. ولی اونجا شرایط ما شرایط سختی بود، و این مطلبی که من میخوام بهتون بگم، این برای همه ارتش و همه نیروهوایی بود. به خاطر چی شهید بربری نرفت 15 روز شمال؟ به گفته جناب والا نمیخوام بگیم 15 روز بره شمال، آقا 48 ساعت اصلا برو خونه، ما تو رو دیگه اس ام نمیذاریم، یه پرواز مخصوص، پرواز برون مرزی، پرواز جنگی نمیذاریم. چرا؟ چون اون شرایط سخت رو شما سپری کردی، بعد بری یه مقداری آرامش رو پیدا کنی. و یک جو بسیار بدی در یگانها بود. حالا به غیر از اینکه حالا میگفتن مثلا تبریز و همدان و اینا مسابقه گذاشته بودن که کی بیشتر میپره، کی بیشتر اس ام میره و اینا، اونا بماند، ولی کن این مطلب واقعا صحت داره. به خاطر چی این اتفاق افتاد؟ به خاطر اینکه ما وارد جنگ شدیم با رده پنجم ششم، ما وارد جنگ شدیم، ما نه ارتش بود داشتیم، نه سپه بود داشتیم، نه سلشگر داشتیم، نه سرتیب تموم داشتیم، سرهنگ های قدیمیمون هم همه رفته بودن، یا اینا رو اعدام کرده بودن، یا اینا رو فرار کرده بودن، یا پاکسازی شده بودن، یا بازنشست شده بودن، یا بر صورت نبودن. که حالا اینجا چی بود؟ آقای اسد بربری باید بیاد فرمانده گردان بشه و نوک پیگام باشه، آقای مثل آقای سرگود براتپور هم لیدر اجسه بتونه باشه، هم بتونه عملیات رو کنترل بکنه. خب اینا فشاری که این پنج شیش رده نبودن، این فشار اومد به چی؟ به سلسله مراتب پایین تر، و این پایینی ها فشرده شدن. و همین جناب آرام، جناب محمدیان، جناب محبی و خود جناب خانی و دوستان دیگه، بهشون فشار بیشتری وارد شد. و اگر ما همچین به اصطلاح مصیبتی رو نداشتیم و سلسله مراتب سر جای خودش بود، مسلم بدونید که ما اینقدر تلفات و شهید در اون 6 ماه اول جنگ نمیدادیم. صدای شما رو ندارم جناب، صداتون نمیاد جناب حمزه‌ای. بله من هم صدای شما رو ندارم. من عذرخواهی میکنم، میوت کرده بودم، من سرفه میدم. من میخواستم اولا درخواست بدم خانم همسر سرلشکر ذبیحی عزیز، به خاطر اینکه حالشون خوب نیست، میخوان گفتم زودتر بیارمشون بالا در معیت شما
چه چون ما یه تایم دیگه دوباره داریم با خانواده های این شهدا. این ایشون از بس که خاطراتی که شماها تعریف کردید و یه مقداری متعلمشون کرد، من فقط میخوام خانم عزتی عزیز همسر سلشکر خلبان شهید والا مقام شهید ذبیحی رو بیارم بالا در کنار شما. درود بر شما سرکار خانم ذبیحی عزیز. سلام علیکم. سلام عرض کردم خدمت همکار عزیز پرویز و قهرمانان شجاع ایران، انشالله که موفق و معید باشین، سالهای سال زنده باشین و یاد عزیز ما رو زنده نگه داشته باشین. ممنونم، بسیار تشکر. خدا به شما سلامتی بده. ما واقعا ایدی گرفتیم که شما رو زیارت کردیم. ممنونم. چون واقعا مشتاق بودیم که میدونید ما عرض کردم که همه شهدای ما هر کدوم یه داستانی برای خودشون دارن که حالا پرداختن به اول تا آخر خیلی طول میکشه، ولی که میخوام بگم که پرویز ذبیحی که ما در تبریز در خدمتشون بودیم و همپایگاهی بودیم، یکی از خلبانان مظلوم و گمنام شهدای نیروی هواییه. یعنی واقعا مظلومانه جان به جان آفرین تسلیم کردن و قهرمانانه رفتن و برای میهنشون و برای وطنشون جانفشانی کردن. حالا خلبانهای دیگه هم ما داریم که اصلا از ایشون هم گمنامترن، ولی اینجا واقعا من بگم توی همه این نفرات که من دارم نگاه میکنم واقعا پرویز از همه غریبتر بود و مظلومتر بود. و خب حالا اینکه ما یاد این دوستان بکنیم که اسمشون آوردیم و یا یاد پرویز عزیزمون بکنیم، یادشون گرامی و خوبه که ما یاد کنیم، خودمون هم متاثر میشیم و به قول معروف برمیگردیم به اون لحظاتی که خب شاید نخواهیم هممون بهش برسیم، ولی این خوبه انسان هم بعد شادی داشته باشه هم ناراحتی. ولی این اگر اشکی هم حالا یا به قول جناب آرام از گوشه چشم ما و شما میاد، این اشک ذوق و خوبیه و راحتی اون نفراتی که اونجا هستن. یعنی مسلماً اونها احتمال خیلی زیاد به نظر من دارن نظاره میکنن و جاشون هم از ما خیلی بهتره. ما حالا یه 2-3 کیلو نخودوبیا و چند تا گونی برنج بیشتر مصرف کردیم. بالاخره 70-80 سال همه باید این دنیا رو ترک کنیم و چیزی که در این جهان بی انصاف و نابرابر با همه برابره و برای هیچ کس استثنا نیست، همین مرگی که همه بایستی طعمشو بچشن و کفن هم به قول آقای قوامی، کریم قوامی، جیب نداره و انسان با این اعمالشه که در اونجا میتونه پاسخگو باشه. و این عزیزان ما اونجا سرفرازن و انشالله که دست ما رو دست خانوادهشون هم بگیرن و ما خوشحال شدیم که خدمت خواهر عزیزمون رسیدیم. جناب آرام بفرمایید. سلام عرض میکنم بر یادگار عزیز ذبیحی مهربان و عزیز ما و قهرمان ما و اسطوره ما. چقدر خوشحالم که چهره مهربان و نازنین شما یادگار عالی قدر رو میبینم. چقدر خوشحالم و این بهترین عیدی هاست. ممنونم جناب. من اصلا نمیتونم صحبت. از جناب همزینی تشکر کردم. بله مرسی. واقعا این مهربان رو ما میبینیم، این عیدی رو که به ما دادید. ممنونم از این عیدیتون. اصلا باعث این لایف خود این سرکار علیه، سرکار خانم ذبیحی عزیز و سرکار خانم بربری بودن که تدارک دیدن موجبات این لایف رو برای تمام خلبانان شهید جانبرکفی که ما واقعا چقدر عالی شد که یک بار قهرمانان این چنین بیان ازشون یاد کنن. تازه حالا مونده خانواده هاشون. سرکار خانم عزتی همسر جناب تیمسار سلشکر خلبان پرویز ذبیحی خیر مقدم، میگم بفرمایید قربان. ممنونم از لطف شما. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که زنده و پایدار باشید و این برنامه مستمر ادامه پیدا بکنه، چون اینها شهدایی بودن که از اوائل جنگ خالصانه جنگیدن و خیلی زود رفتن. این افتخار نصیبشون شد. با
حالا اونهایی که همکاراشون هستن زندن، اینم افتخار برای ایران، چون اینها هم تلاش کردن، قرار نیست در جنگ همه برن. اگر یکی رفت بقیه باید باشن و راهشون رو ادامه میدن. ما در بین پرنده ها لقب عقاب رو به خلبان ها دادن. چرا؟ برای اینکه عقاب تا بالاترین نقطه میره و اکسیژن کم نمیاره. این خلبان ها میبینن با ارتفاع بالا و فشار جی زیادی که به اینا وارد میشد، سخت‌ترین عملیات رو انجام بدن بدون اینکه هیچ توقعی داشته باشن. و شهید ذبیحی یکی از اینا بود. بارها به من میگفت من میخوام نامم گمنام باشه، من مفقود میخوام، برای من کاری نکن. و من یه انقدر این لحظه ها برام گرون تموم میشه که چرا باید یه همچه عزیزایی که انقدر شجاعانه جنگیدن، اشک صدام رو در آوردن، باید از اینها یاد بشه و فراموش نشن. و ما این انتظار رو از نیرو هوایی داریم که وقتی بچه هاش پرپر شدن، بهترین خلبانای ما رفتن، یه همچه روزی یه مراسمی، یه برنامه حتی کوچیک که ما خودمون تهیه کنیم وسیله رو، نشد توی سالن یه برنامه بزنن برای این خلبانا. بابا اینها انقدر تحصیلات عالیه داشتن، مغز متفکر داشتن، بهترین ها از بین 1000 نفر انتخاب می شدن، حتی شاید بیشتر. شما خودتون در جریان همه عوامل هستید و مثل خودش بلند پروازی. من نمیتونم در مورد شغل شما اظهار نظر کنم چون من یک فرهنگیم و به خاطر همین انقدر دستم کوتاهه که به هیچ جا نمیرسه. ولی شمایی که آسمون خدا رو به اون عظمت دیدید و این همه عملیات موفق انجام دادید، این افتخار ماست که زنده بودید. شما هیچ وقت نگیم ما باید بریم، شما همه باید باشین، زنده باشین. افتخار ایران شما هستین. در سخت‌ترین شرایط جنگیدین و با کمترین امکاناتی که داشت. وقتی میفرماد همکارش که نصف خلبان ها به صد خوری در 6 ماه اول جنگ رفتن، یعنی اینو واقعا از خودشون سهه گذاشتن و بقیه خلبان هایی که زنده موندن راهشون ادامه دادن. ما ممنونیم. در قبال هر 1000 شهید معمولی ما یه خلبان شهید داریم. حالا حساب کنید اینها چقدر برای ما افتخار آوردن و فراموش نباید بشن. امیدوارم اونهایی که صحبت‌های ما، درد دل‌های ما رو بعد از 40 سال میشنوند، باید به این توجه داشته باشن که من به عنوان همسر کسی که 22 سال الان 40 سال براش ناله میزنم، عشق میریزم، نه که این اصلا به من چند نفر گفت این گریه، ولی من نمیتونم آروم بشم. چرا؟ برای من این هنوز گم شده است. بقیه هم همین حالت منو دارن. من بارها بارها برای اینکه به بچه هم امیدی داشتم دروغ میگفتم، نمیتونستم اینا رو قانع کنم. ولی ای کاش این آقایون مسئولین یه توجهی به این امر داشته باشن که ما والله دروغگو نیستیم. 22 سال به بچه هامون دروغ نگفتیم. ما از غم اینها شب تا صبح ناله میزدیم، نمیذاشتیم بچه هامون ناراحتی کنن. خود من که 15 سال در خدمت بچه های شهید بودم افتخار میکنم. اصلا به هیچ چیزش اهمیت نمیدم جز اینکه اینها همدم من بودن، بچه های من بودن. این برای من افتخاره. من بچه های خودم هم نهایت تلاش رو براشون کردم که غم پدری رو فراموش بکنن یه ذره، ولی نتونستم جای پدر رو براشون پر کنم چون بچه هم هنوز برای پدرشون ناراحتن، اگرچه وجودش براشون افتخار آفرینه. ولی نباید فراموش بکنن دل بچه های ما میشکنه. همه خلبان ها عزیزن، میدونم همه زحمت کشیدن، اون تحصیلات و اون سختی هایی که ایران کشیدن، بعد اصلا چند سال آمریکا درس خوندن اومدن، تا شد بالاخره انقلاب شد. این انقلاب باعث شد وقتی سیستم یک نظام عوض میشه به همون نسبت افرادی بوده، حالا یه سری مخالف موافق کاری ندارن، ولی نهایت فشار و اونی که یه شغل همچه اساسی رو داره بهش وارد میشه. و اینها همه این سختی ها رو در زمان انقلاب و جنگ تحمل کردن. جز اولین هایی بودن که رفتن جنگ و اونهایی بودن که خالصانه. و اینم هم که یکی از همکارش تعریف میکرد،
الانم آقای همکارش آقای خانی ظاهرم صحبت میکرد که این موقع برگشتن اینو میگذرد برای ما خبری هم وردن گفتن آره این احتمال داره، این خودش گفت هواپیما منو تعقیب کنه، معلوم نیست اصلا اینو گفت موشک سامشی یا اف زدن یا واقعا با همون میگوی چیز زدن روسی زدن. من در هر حال هر چی بود این شهید شد، این پر زد، وقتی پر زد بالش رفت، شما آقا بالش رو بکنین از طبقه آسمون هفتم هم باشه میاد پایین. اینها همین جور شدن، ما باید یادشون رو گرامی بداریم، اگر نکنیم اینها فراموش کردن. من خودم رو نمیبخشم، من آدمی هم نیستم که هر روز هر جا برم زیاد حرف بزنم بگم این کارو بکن اون کارو بکن، اصلا روشو ندارم، برای اینکه میبینم این خودش بارها به من گفت دلم میخواد مفقود باشم، خب من چیکار کنم؟ ولی وقتی میبینم فراموش میشه دلم به درد میاد. من میدیدم چی جوری دو ماه سه ماه قبل از جنگ میگفت بیا بریم شمال من برات خونه بگیرم، تو منتقل شو برو اونجا، برو اونجا کار کن، بچه‌ها میدونم جنگ شروع میشه و این باعث میشه که من از نظر خیالم که شما راحت باشه که شما بچه‌ها رو میبری، اصلا منو وصیت کرد و دوباره منو بچه‌هامو برگردون به پدرم و ما هر چی به من میگفت من قبول نمیکردم، گفتم من تا زمانی که تو اصلا اصلا نمیره برای چی باشم، تو برو جنگ اب نداری میای و من قبول نکردم. منتها روز اول جنگ وقتی اون اتفاق آقای افشین آذر اینا افتاد، همسایه من بود، آقای افشین آذر همسایه روبرویی من بود، خدا روشون شاد کنه، با اون آقای جهانشالو که الان ما سالها پیگیرش بودیم و آقای حجت اینا همه جز دوستاشون بودن و بعد هم که شهید شدن، همه اینها یادآور خاطرات خوب شهیدان هست که این آقایان زحمت کشیدن الان تشریف آوردن با خستگیشون به آخره این فشار هم به اینها وارد میشه که خاطرات رو تعریف کنن، ولی این یادآوری ها برای من خیلی با ارزشه. چرا؟ برای اینکه وقتی میبینم آقای حمزه لطف میکنه و تک تک که خانواده رو زنگ میزنه و با اینها بار صداشون رو نداریم دیگه، درسته؟ بفرمایید. صدا بفرمایید. خواهش میکنم. ببخشید. ببخشید صدا میاد. الان اوکی خام زبیهی. بفرمایید. اوکی الان. بله. ممنونم از لطف. درود بر شما. خانم زبیهی عزیز. قربونتون برم. خواهش میکنم. شما اشک همه این بینندگان 200 این 200 نفری که نشستن پای صحبت شما اشک همشون رو در آوردید با این صحبتاتون. درود به شرفتون، درود به شرفتون، درود به شرفتون. خواهش میکنم. من این مشکلات رو حس کردم چون میدونم همه حس منن. این 230 خلونی که رفتن لشکر رفت، تنها نرفتن اینا، اینا افتخارات ایران بودن که رفتن و اون نیروهایی هم که در جاهای دیگر جنگیدن اونها واقعا جنگیدن. منتها هر کسی در حد توان خودش میتونه بجنگه، اونها بسیار زحمت کشیدن ولی خب توانش هر کسی به اندازه ای هستش که خدا ازش انتظار داره. اگر پرویز که بارها میگفت من با بیت المال با پول اونهایی رفتم که درس خوندم و الان به اینجا رسیدم، من با عنوان یک سرباز وظیفه دارم از اون پیرزنی که داخل کوها گمنام داره تنها زندگی میکنه با چهار تا مرغ و جوجه‌اش، من باید براش فداکاری کنم و این مطمئنم این ابراز علاقه رو همه همکاراش داشتن و خالصانه جنگیدن. این وجود اینها برای من افتخاره. حالا قسمت این بود ما زندگی ما به اینجا کشیده باشه و امیدوارم که راهشون مستدام و فراموش نشه. اینها افتخارات ما هستن، اینها کسایی هستن که با هیچ کس مقایسه نمیشن، همه زحمت کشیدن. از همه عزیزان تشکر میکنم چون من خودم بودم، به چشم دیدم بچه ها رو، عشق بچه ها رو میدیدم ولی چاره ای نداشتم جز که با اینا هم دلید.
بفرمایید تیمسار. خانم زبی درود بر شما. ضعیفم خیلی سریع. ببخشید من دیگه خیلی عذر میخوام. متشکرم از وقتتون. ممنونم. بچه ها من فقط میخوام به درود بگم که من میخوام بگم که درست میگی، درست میگی. اونهایی رو که باید به فکر باشن، اونهایی رو که باید برنامه ریزی بکنن، باید این روزها رو و به عنوان افتخار ملی ما و این رو بکوبن توی صورت ما. دیگه اینها نیستن، اینا آدمای خیلی ضعیفی هست، اصلا ازشون انتظاری نداریم. ببین ما رو راست بگم، الان یه همزهی جلوی ما نشسته داره جای اینا همه رو داره پر میکنه، داره به جای اینها این کارا رو میکنه. من واقعا خوشحالم که خیلی روزها من گرفتم و با این همزهی عزیز اون نازنینم پرواز کردم که الان بگم این آدم این بزرگان رو که هیچ وقت به چشم هم ندیده خاطرشون رو میگیره و بزرگ نگه میداره. همه این آدم هایی رو که تو این تصویرها میبینیم، من چقدر خوشحالم ازت علی جان. من افتخار میکنم و خوشحالم که یک روزی و روزگاری من با تو پرواز کردم، من پیش تو بودم، که الان خانم زبیحی اینجا بشینه و به دنبال کسی باشه که بیاد و خاطری شوهر نازنین، شوهر مردش رو بیاد بگیره و اینجا زنده بکنه. و تو و امثال تو، من موقعی که الان قیافه عباس رو روبروی خودم میبینم و سایر دوستانم رو ببینم، از کسانی رو که میاد اسم برده میشه، من دارم در حضور همه من از تو تشکر میکنم. چی باید بگم؟ جناب خانم زبیحی خیلی قشنگ گرفتن تشریح کردن، میگه که زبیحی گرفت و وظیفه خودشو انجام داد. آره، ما همه وظیفه خودشو انجام داد. ما چه کردیم؟ ما که میگه من ناتوانم، اونایی رو که الان ندای حل من ناصر ینصرشون دنیا رو پر کرده چه غلطی میکنن؟ بذار من این کلمه رو خیلی بی‌تربیتانه بگم، چه غلطی میکنن؟ چرا ما نباید اینقدر شهامت داشته باشیم، اینقدر توان داشته باشیم که الان خجالت نکشیم جلوی خانم زبیحی و جلوی فرزندشون؟ من نمیدونم چرا ما نباید الان یا جلوی مهدی جهانشالو باید ما خجالت بکشیم که از اینها به قول معروف اونطور رو که باید. البته هیچ کسی نمیتونه بیاد و اجر اینها رو انجام بده و نشون بده، ولی به هر حال اون حد اقل ها رو که میتونستیم و نکردیم. درود به اونهایی رو که حتی اگه نمیتونن تلاششون میکنن و انجام میدن. من عذر میخوام از شما خانم زبیحی، من واقعا شرمندم. من به عنوان یک همرد زبیحی از توی نازنین من شرمندم. ببخش منو، ببخش. خانم زبیحی شنیدین صدای جمع آرام رو؟ بله این مقا شنید، چون قطع وصل میشه. جناب آرام در نهایت میگن ما شرمنده ایم. من یکی رو ببخشید اگر که نتونستم همرزم خوبی برای، حالا من نمیدونم دقیقا اگر اینو جمع آرام گفتن یا یک بار دیگه میخوام خودشون بفرمایید که من دقیقا همینو گفتم. ببخش ما رو که ما نتونستیم اون ارزش والایی رو که امثال پرویز خان داشتن ما بتونیم کمک بکنیم و این رو ارائه بدیم در جامعه. شاید وظیفه من نبوده، کوچکترین وظیفه من بوده. ببخش ما رو که کسانی توی مملکت زندگی میکنن خانم زبی که وظیفهشون خیلی از ما بالاتره و نتوانستن. ببخش تو نازنین ما، ما رو ببخش. یعنی یه جورایی جناب آرام اول لایو هم گفتن ما شرمنده خانواده شهدا هستیم که ما موندیم. ببینید این مردان مرد، این قهرمانان چیا میگن؟ میگن ما شرمنده ایم که ما نرفتیم با همرزمامون و شهید بشیم و ما موندیم.
یعنی این رو شرمندگی میدونن، در صورتی که همه اینا جانبازن، همشون بدترین بلاها سرشون اومده، بدترین پروازها اتفاقا براشون افتاده، ولی باز دارن میگن ما شرمنده خانواده های شما ها هستیم. خواهش میکنم انشالله که پیش خدا شرمنده. شما همیشه سرفرازید، چون کاری که شما کردید اصلا با حتی خلبان های امریکا مقایسه نمی کنید، چون اونا هر کشوری میرن همه رو میکشن، فقط قصدشون کشتنه، ولی شما قصدتون نجات دادن ایران بود. این خیلی مهمه. شما خیلی زحمت کشید، شما افتخارات ایران هستید. شما وقتی میایین از پرویز میگین، از یه همکارش میگین، از دوستش میگین، ما خوشحال میشیم که لااقل چهار نفر هستن از ایران میگن. اینقدرم که نشه که واقعا دلش پاره میشه که نه، من از درد دلهای خودم دارم میگم که نباید بذاریم این شهدا فراموش بشن. اینا خیلی به گردن ما حق دارن، همه شهدا، چون همه اینا واقعا خالصانه. شما میبینید اول جنگ همینجور با همه گروه بچهای کوچیکم میخواستم برم. چرا؟ برای اینکه اون عرقی که داشتن نمیخواستن نابود بشه کشورشون، مملکتشون، راهی رو که دارن ادیدن. و اینها همه برای کل ایران مهم بود. همه. والا من خودم الان دارم به شما بعد از 40 سال ورود میدم. من خودم انقدر ناآرام بودم دیگه، خودشم سفارش کرد، وصیت کرد که منو دوباره تحویل داد به پدر مادرم که برگردم شمال. من اونجا بودم، اصلا آرامش نداشتم. یعنی بارها بارها گفتم که من یه وقتی باید هر تو شده برم جبهه، اونجا یه آشپزی بکنم، یه چیزی بکنم، یه بمب بیاد منم شهید بشم، چون من اصلا نمیتونستم تحمل بکنم. خب سنمون کم بود، بچه بودیم، بعدشم با دو تا بچه کوچیک که هر شب خبر پدرشون رو میگرفتم. ببین همه درد جامعه ما، تنها بچه من نبود، هزاران بچه شهید همین داستان رو داشتن. و من خودم دیگه الانم یه وقتای فامیلا من به روم میارم، میگن خودت هم از اونایی بودی که هر روز میخواست یواشکی بری جبهه. بعد به من میگفت خب بچه هات چی میشن؟ اینجا که میره استاپ میکردم، میگفتم نه دیگه، بچه هم گناه دارم، اینا به پدر که نیستم. من هیچ وقت نتونستم براشون پدری کنم، منم که نبرم نرم مادری نکنم، این بچه ها پژمرده میشن. و به خاطر اینها باعث نمیدونم جهت از من قبول نکنم. چرا میگی؟ من یه مادرم، وظیفه خودم. نه تو یه مادر نبودی، تو یه پدر بودی، تو یه مادر بودی، تو یه پدر بزرگوار بودی و یه مادر بزرگوار بودی. تو خیلی کارا کردی. تو هم یه همسر مهربان بودی، هم کسی بودی که پرویز ذبیحی در آغوش خانواده تو اونقدر شهامت داشت، اومد رفت و از یک مملکت، از یک مردم، از یک سنت، از یک مقدار انسان‌ها و از یک مقدار مظلوم‌ها دفاع کرد. بعد از اون دو تا فرزند اون بزرگوار رو تو شهید کردی. بعد از اون با متانت خودت، با نجابت خودت، با بزرگواری خودت که همه ما می‌دونیم اسم اون و اسم امثال ماها رو تو بزرگوار بزرگ نگه داشتی. درود به تو. من اینقدر متأثر هستم که متأسفانه نمیتونم صحبت کنم. من بلدم صحبت کنم، ولی حالا شاید تو این تصویر مشخص بشه. این اشکای من همینطور داره از گونه ها من در مقابل شما، در مقابل عزیزی مثل تو داره سرازیر میشه. من اصلا نمیدونم چی بگم. من خیلی کوچیک‌تر از این افتخار رو حتی داشته باشم که در مقابل شما صحبت بکنم. ببخشید من رو که خیلی کوچیک هستم. میکنم شما منو خیلی ازتون ممنونم، خیلی ممنونم. من علی اقبالی دوگاه، فرزند شهید والا مقام اقبالی که فقط 6 سالش بود وقتی پدرش شهید شد و الان یک دکتر فوق تخصص درجه 1 در کشور آلمان که واقعا همه ما افتخار میکنیم، میگه که سرکار خانم ذبیحی سلام من را به علی عزیزم برسانید. ممنونم، متشکرم از لطف شما، خیلی ممنون از محبت شما، بسیار متشکر از برنامه‌ای که اجرا کردیم. مزاحمتون نمیشم تا نه خواهش کنم. من میخوام آخرین کلام و جناب آرام و جناب رمضانی عزیز بفرمان، شما اگه مطلبی دارین در حد یکی دو سه دقیقه جنبندی کنیم که بریم این لایو رو ببندیم، چون حیف هم میاد اینو سیو کنم بریم سراغ این
عزیزان دلبند و یادگاران این عقابانی که شما راجبشون حرف زدیم و بشنویم صدای اونا رو و صحبتهای اونا رو در مورد شماها. بفهمید جناب آرام، شما میخواین شروع کنید یا جام رمضان؟ من که اصلا دیگه نمیتونم هیچی در مقابل خانم زبیه بگم، فقط من میخواستم فقط خواهش کنم که من این فرصت داشته باشم که در مقابل پسر جناب آقای علی اقبالی هم دوست کلمه و در مقابل بقیه عزیزان دوست کلمه هم اگه اون موقع موقعش بود من صحبت بکنم. اوکی بیاین بالا، شما بیاین بالا، عالیه، بیاین بالا تو لایو بعدی، بیاین بالا شما. حتما، خیلی ممنون، حتما میخوام. جناب رمضان بفرمایید. من خیلی متاثر شدم و نمیدونم که تمام صحبتهایی که الان در دلم هست رو بخوام بگم که نمیشه، ولی از خانم عزتی، خانم بزرگوار شهید ذبیحی تشکر میکنیم و چقدر قشنگ صحبت کردن و یاد شهید رو برای ما زنده کردن و انشالله که به هر صورت فرمایشات ایشون و خواستهات ایشون توسط نفراتی که مسئول هستن به هر صورت هرچه بهتر انجام بشه. برصد ما در یک فضای زندگی میکنیم که همه در جریان اموراتش هستیم و مسلما عدالت اونجوری که باید رعایت بشه در هیچ زمینه‌ای نتونسته رعایت بشه و شاید هم عدل خدا که زیر سوال میره به خاطر همین قضیه است که حالا توی اون درس‌های اسلامی هم عدل رو برداشتن چون خیلی مسئله ساز و خیلی سوال برانگیز بود. ولی به هر صورت اینه که نمیتونیم همه چی رو اونجوری که دلمون میخواد بشه و واقعا هم نمیشه، ولی به هر صورت خانم ذبیحی یادشون رو زنده کردن، ما رو بردن در یه فضایی که خب یاد همه عزیزان افتادیم و من از جناب آرام تشکر میکنم که چقدر با احساس و من فکر میکنم که اگر که یه نفری رو بخوان انتخاب کنن، یه فیلمی رو درست کنن که یه هنرپیشه خوبی رو بخوان انتخاب کنن، این جناب آرام رو بایستی ما ازش خواهش کنیم. چقدر قشنگ و چقدر ظریف احساساتش رو و فرمایشاتش رو گفت که من تحت تاثیر حرفای ایشون هم قرار گرفتم، یعنی واقعا ایشون اینقدر قشنگ صحبت میکرد. و جناب حمزه از شما هم تشکر میکنیم که این برنامه رو برسات درست کردید. دوستان، خواهران، برادران، بچه ها بیان و برسات مطالبی رو که در سینه شون هست بگن و حالا اگر قابل استفاده بود که استفاده میکنیم، اگر نه که برصورت صحبت هاست و یه مقداری از بار انسان سبک میکنه. و این خواهر عزیزمون هم خانم ذبیحی که صحبت کردن ما استفاده کردیم، ممکنه نتونیم کاری انجام بدیم و به قول جناب آرام کاری از دستمون بر نیاد. اون نفراتی هم که کاری از دستشون برمیاد ولی وقتی میری مثلا باشون صحبت میکنی میبینی اونها هم حالا دستبارشون بسته است یا حالا مشکلاتی که دارن و شهدای ما شهدایی هستن که ما میشناسیم و برای ما خیلی عزیزن و دوست داریم که به هر صورت بیشتر و بهتر به داستانها و خاطرات و زندگی و حتی به امورات همسر و فرزندان باقی مونده شون رسیدگی بشه. این خواسته ایست که به هر صورت ما همه داریم و شما که حالا یک باری رو به دوش دارید میکشید و وقت میذارید با اون حالی که دارید و در صورت مدیریت و مسئولیت این قضیه رو به عهده دارید از اول تا آخر، بعد همین که بشینید و ما رو نگاه کنید، ما هر وقت بخوایم میتونیم ترک کنیم و بریم و یا یه کاری انجام بدیم یا اصلا نیام توی لایو، ولی شما این مسئولیت رو قبول کردی، ازت سپاسگزاریم. من از طرف همه اونایی که شما اسمشون رو آوردید، براشون برنامه درست کردید و صحبت کردن، چه نفراتی که شهید شدن، چه نفراتی که مفقود شدن، چه نفراتی که جانباز شدن و چه نفراتی که در طول این مسیر استوارانه و پاورجا واسادن، از همه اونایی که شما نام بردید از شما تشکر میکنم و براتون آرزو سلامتی و شادی دارم. و دوستان دیگه تون هم که تو این قضیه پشت صحنه هستن، میدونم که اونام زحمت زیاد کشیدن و به اونا هم سلام منو برسونید و تشکر میکنم. اگر با من فرمایشی ندارید من میخواستم که از اون فقط آخرین کلام خانم ذبیحی بفرمان، ضمن این که
خواهرزاده شهید اقبالی دوگاهه خانم سرکار خانم دکتر فاطمه سلیمانی متخصص زنان و زایمان هستن. ایشون یکی از فرهیختگان علم پزشکی میگن وقتی در برنامه‌های خارجی می‌بینیم که خلبانان آمریکایی مدال‌هاشون رو می‌زنند و میان از رشادت‌هاشون تعریف می‌کنن، یاد داییم و دوستانش می‌افتند که از اونها هزاران برابر شجاع‌تر بودن و قلبم به درد میاد. و همینطور جناب اسماعیل امیدی هم برای شما درود فرستادن و میگن بانوی محترم حق با شماست، چقدر زیبا صحبت کرد. بفهمید خانم ذبیحی، بفهمید کلام آخر شما بفرمایید که انشالله دیگه این لایو رو بنویسیم. جناب اسماعیل امیدی هم سلام عرض میکنیم. ما هم خدمت جناب امیدی استادمون سلام عرض میکنیم. جناب امیدی سلام علیکم. خانم ذبیحی بفرمایید. بفرمایید خانم ذبیحی. خانم ذبیحی، خانم ذبیحی صدای ما رو میشنوین؟ خب تلفن خانم ذبیحی احتمالاً زنگ خورده. نه تلفنشون زنگ خورده. خانم فکر میکنم لیلا ذبیحی اگه اشتباه نکنم، یه بار برید مینیمایز کنید بعد برگردید. یه بار مینیمایز کنید، صفحه رو مینیمایز کنید بعد دوباره برگردید، درست میشه. یه مینیمایز کنید دوباره برگردید، درست میشه. خب خانم ذبیحی میشنوید الان صدای ما رو؟ خب احتمالاً من فکر میکنم که یه مینیمایز کنید صفحه رو یک بار مینیمایز. آها اوکی بکنم انجام دادن. آره الان احتمالا درست بشه. من این مینیمایز هم یاد گرفتم دیگه. خانم ذبیحی حالا ماکسیمایز هم بکنن بد نیست. خب خانم ذبیحی میشنوین؟ خب جناب رمضانی، جناب رمضانی شما برید انشاءالله با امید خدا تو تایم دیگه ای خانم ذبیحی اگه شد تو اون تایم میارم بالا یه لحظه صحبت کنم بعد برم پایین. من شرمنده شما هستم، وقتتون رو نمیگیرم چون دوستان منتظرن. جناب آرام، جناب رمضانی، جناب محبی، جناب خانی، جناب محمدیان، جناب رستگارفر، از همه شما عزیزان ممنونم که تشریف آوردید و لبیک گفتید به ندای خانواده های همرزمانتون. دمتون گرم، خداوند انشاءالله سایتون رو مستدام میگردونه. ما هم متشکریم، دست شما هم درد نکنه، شما هم سلامت باشید. خاک پاتون هستم. من جناب آرام فرمایش اگه دارین بفرمایید. قربان ما حمزه‌ای، من در خدمتم، خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم، خیلی خوشحالم. امشب شب اسپیشلی واقعا بود با این عزیزانی رو که شما ما رو وادار کردین که این اجازه رو به خودمون بدیم که در موردشون صحبت بکنیم، چون حتی در مورد این از صحبت کردن رو باید اجازه گرفت. اصلا همین به این سادگی ها نیست، خیلی چیزاست که خیلی ساده نیست. اسم آدم ها رو خیلی راحت میشه به زبون آورد، ولی اسم خیلی ها رو راحت نمیتونی به زبون بیاری. اصلا اجازه نداری. من که اجازه ندارم. اجازه ندارم. ای جون دلم، جناب آرام از شما ممنونیم، ما استفاده کردیم جلال جان. بارشم من این لایو رو سیف کنم. باشی تو لایو باشی جناب آرام که میان بالا، جناب خانم ذبیحی هم احتمالا میان، باشید و صحبت های این یادگاران همرزمانتون رو بشنوید. یادی برمیگردیم. خدا